ایشون آمدن میگویند که قرآن گفته الله خالق زمین و آسمانه. بسیار خوب، حالا میخواییم ببینیم این الله چه اطلاعاتی راجع به زمین و آسمان داره. این الله چیزی راجع به فیزیک نگفته، راجع به شیمی نگفته، راجع به بیولوژی نگفته. اولا به ایشون باید گفت که الله کتاب دینی فرو فرستاده، باید مطالب دینی بگه نه کتاب فیزیک و شیمی. شما متاسفانه عوضی گرفتید. کجا الله گفته من کتاب فیزیک و شیمی فرستادم؟ شما توقع و انتظارتون اشتباه از ابتدای کار. فکر میکنم که اینا کتاب علم نیستن، این بی خود اینا وارد این قضیه میشن به جهت اینکه چیزی در دست ندارن. آخه اینا که حرفای علمی نیست که، مقصودم این نبوده که در تورات و انجیل فیزیک درس داده بشه و کمستری درس داده بشه. علم ده اینا برای در واقع بنیاد کردن یک نظام اخلاقی کردم. حقا انتظار نیست که این کتابای قدیمی مثل قرآن و تورات و انجیل اینا چیزا علمی هم داشته باشن. چه میدونستن علم چه چیزیست؟ انسان تا قرن 18 هم نمیدونست هوا چیست و آب چیست. توضیحات مرموز میداد. نمیدونست آتش لاوازیه، شیمیدان بزرگ. قرن 18 هم نمیدونست آتش چگونه روشن میشه. تا پریسلی اکسیژن رو کشف کرد و گفت آقا سوختن یعنی ترکیب این مواد سوختنی با اکسیژن داره ترکیب میشه، معمولا آب تولید میکنه و گاز کربونیک تولید میکنه و اکسید کربن تولید میکنه اون به نسبت اون طبیعتی که داره. نمیدانستن، انسان نمیدانست اکسیژن چه چیزیست. این مخواد بگوید که زمین شناسی مدرن رو اینا میدانستن در همون سر چاهای خشک مدینه، اونجا اینا علوم رو میدانستن چون خدا میدانسته. بله قرآن به آیاتی در زمین آسمان اشاره کرده از باب راهنمایی مردم به وجود خداوند، نمیخواسته فیزیک یا شیمی یا بیولوژی بگه. بعدشون شروع کردن اشتباهاتی از قرآن گرفتن در همین زمینه. این کوه ها چی هست؟ بعد جواب داده که این کوه ها رو قرآن گفته میخه زمین هست، به زمین کوبیده شدن. بعد شروع کرده استهزا کردن. گفته است که این مشیری میخواند استهزا میکند. اولا چنین چیز نیست. حالا عرض میکنم کجا جای استهزا داره. ببینید مثلا فیثاغورس، ما میدونیم فیثاغورسی وجود داشته، اصحاب او بودن، یک تز و تئوری در باب علم داشته، در ریاضی خیلی خدمت کرده، هندسه و اینها. و فیثاغورس قطعا یکی از مغزهای بزرگ تاریخ عالمه، هیچ شکی در این نیست، هیچ تردیدی نیست. اما این حرفهایی هم زده خنده آوره، ولی ما نمیخندیم به فیثاغورس چون یک انسان بوده. مثلا فیثاغورس کبیر چون دیده است که انسان با نفس زندگی میکنه، فکر کرده هر چی بخوریم باد در شکم تولید بکنه عمر از بین میبره. توصیه میکنه 10 تا نفری که لوبیا نخوری چون باد در شکم تولید میکنه و باد که خارج میشه عمر کم میشه. فکر کنید ولی خنده نداره. فیثاغورس یه آدم بوده. خنده‌دار اونجاست که در واقع که بگوییم اینها رو خدا گفته. این آقای این مطلب رو نفهمیده. وقتی بگوییم خداوند فرموده بعد مغلطه داره، خب این خنده‌دار هم هست. اگر ما این فرض خدا رو قطع بکنیم که یک مردی در عربستان اینو نوشته، خیلی هم چیز خوبی است. به نسبت اون دانشی که در اون منطقه بوده خیلی عالی. خب علمی نبوده و انتظار نداریم که اساسا انتظار این که این آثار دینی فیزیک مدرن هم باشن این یک انتظار غلط و خطاییه. آقا هنن میخواد ثابت کنید که نمیدونم کوه های کوه هم زیرشه. این دروغه. کجا کوه های کوه هم زیرشه که ثابت کنید که این اوتاد الارض چیز درستی است؟ خب نمیدانسته این بابا. گفته است این زمین ها میخه زمین هست، این کوه ها میخه زمین هست نگه دارن.
نمیبایستی هم بداند، به جهت اینکه این ماجرای زلزله خیلی مدتی نیست که تئوری‌هایی هست که علمی که مناسب است که زلزله چگونه ایجاد میشه. خب از کجا میداند یک مردی در عربستان 1500 سال پیش؟ خب میگوید که حتما زمین تکان میخوره، کوه ها میخشه. اگه ما فرض کنیم که یه آدمی این رو گفته، آدم معمولی گفته، یک نویسنده عرب این رو گفته، هیچ اشکالی نداره. اشکال اونجاست و استهزاء اونجا دارد که بگیم خدا فرموده و با این خدا فرموده شما خراب کردید خانه هزاران دانشمند رو، خانه انسانیت رو خراب کردید. در واقع ملاحظه فرمایید، این کتابی است که ژرژ گاموف یه فیزیکدان معتبر و مشهور نوشته تحت عنوان ماده، زمین و آسمان، و آقای رضای اقصا این کتاب رو ترجمه کرده به فارسی. در این کتاب تحت عنوان کوههای وارونه آمده که دانشجویان مبحث سطح دانشجویان سطح مبحث سطح زمین به این نتیجه رسیدن که پیکره هر کوه در زیر سطح زمین قرار گرفته است. عکسش هم کشیده که هر کوهی مثل میخ قسمت اعظمش زیر زمین و پنهانه و قشرهای زمین رو محکم کرده به هم. در صفحه 403 از این کتاب، باز در صفحه 404 تصریح کرده که در زیر هر کوهی که بر سطح زمین سر برافراشته یک کوه منفی وجود دارد که از مواد خارایی تشکیل یافته. صفحه 404 کتاب ژرژ گاموف ترجمه رضای اقصا تحت عنوان ماده، زمین و آسمان. میگه اخیراً دانشجویان زمینشناسی به این موضوع پی بردن. قرآن 1400 سال پیش تصریح کرده که این کوه‌ها به منزله میخند که یه مقدارش بیرونه از چیزی که در اونجا کوبیده میشه و قسمت اعظمش زیره به اصطلاح شیعه و طبقات و سطوح اون رو با هم محکم میکنه. به جای اینکه تجلیل بکنه از این دکته که در قرآن کریم آمده که ژرژ گاموف میگه اخیراً متوجه این قضیه شدن، تقطعه میکنه و استهزا میکنه. اینه تفسیر منصفانه یک کتاب. آیشم والجبال اوتادا، که اوتاد جمعه یعنی کوها رو به منزله میخها قرار دادیم، تشبیه فرموده. و در سوره نبأ یعنی همون اما یتساءلون آیه هفتمه. The process known as plate tectonics occurs during continental drift. This example shows two large segments of continental crust colliding very slowly over millions of years. One land mass is forced underneath the other. To relieve the stress, mountain ranges are often formed in the overriding land mass, while earthquake-prone zones are formed below. Some mountain chains can be explained by volcanic eruption of rock from the depths of the earth. But the greatest, including the Alps, contain no volcanoes. They appear to have risen
as if by magic, up from the plains beneath. This famous range runs through the heart of Europe and reaches over 3 miles above sea level. How was such a huge mass of rock pushed up so high? Million years, as the continents have continued to move, the African plate and subplates have been grinding into Europe. The continental crust along the collision point experiences extreme pressure, and the solid rock itself is warped and buckled. Throughout the 50s and 60s, a team of geologists led by Princeton's Harry Hess compiled sonar data from all of the world's oceans. It was as though they had pulled out a giant plug to drain away all the water and expose the ocean floor. Their maps revealed that the Marianas Trench is just a tiny fraction of a network of enormous underwater canyons. Running parallel to the trench, on the other side of the Pacific, the map showed a giant underwater mountain range, the East Pacific Ridge. The underwater ridges and trenches sit on the boundaries between tectonic plates. The Pacific Plate is the planet's largest tectonic plate. When crust bubbled up at the ridge 170 million years ago, it was light and buoyant. But as it traveled 10,000 miles across the plate, it cooled and became compact and dense. Over millions of years, the dense crust got heavier and began to sink into the mantle below. این مؤمن آمده است و به خیال خودش مقالطات عجیب و غریب کرده و هر شبت که و وقتی هم که هموطنان اینا رو این آقا گذاشته تو یوتیوب به قول خودش یوتیوب این بچه ها که اومدن اظهار نظر کرده اظهار نظر رو پاک کرده دیگه اجازه نمی کسی اظهار نظر کنه. ببینید این در واقع بهانه به دست مخلص افتاده است که به عمل در عمل به شما نشان بدهیم که مغالطه یعنی چه، اساس مغالطه چه وجهیست، به چه وجهیست. ایشان خودش رو فقط نمایندگی نمی کنه، این مرد مومن، این همون نظر اهل دین رو عرض کنم که دارد اعمال میکند. همشون یه جور فکر میکنن از چیزی که دفاع میکنن قابل دفاع نیست، قابل دفاع نیست. چون قابل دفاع نیست به مغلطه میفتن، مثل یک وکیلی که بخواد از یه موکلی که جنایت کرده، دزدی کرده، جعل کرده، بخواد از این دفاع کنه، جزی که مغلطه بکنه چاره ای نداره. آخه این که دفاع نداره، اسنادش هم هست، اسناد دزدی و عرض میکنم که جعل و کلاهبرداریش هست. اینا بیچاره ها به مغلطه میفتن، چیزی ندارن عرضه بکنن، دفاعی ندارن بکنن از این داستان. این قرآن کریم پر مغالطه است، پر تضاده، پر اشتباه علمیه. حرفایی که میزنه به لحاظ علمی یک ذره مردوده. این آقا نمیدونه چی میگه. در باب کوه ها هم اوتاد الارض این آقا میگوید، نمیدونم گموف میگوید که اینقدر که از کوه بالاش اینقدرش هم زیر زمین. اصلا چنین چیزی نیست. عرض کردم کوه ها عمدتاً به دو دلیل، یکی این حرکت همین تکتانیک ها یعنی گسل ها و قاره های متحرک به هم برخورد میکنن، فشار بیارن میبرن بالا. یک نوعش هم همون گدازه های بخش میانه زمین هست که حرکت میکنه و کوه رو بالا میبره. عمدتاً آتش مثل کوه دماوند و آتش فشان ها اونهای هستن که مگما یعنی بخش مذاب زمین فشار زیاد وارد کرده، پوسته زمین نازک بوده، اونجا آمده بالا و ممکن است آتشفشانی بکند، ممکن است نکند، اما راه دارد به بخش بسیار داغ زمین. این مؤمن متاسفانه از سبب که جستجوی حقیقت نیست، این آقا فقط این است که شنوندگان خودش رو با آوردن عبارات عربی بترساند و حقایق رو در لباس این لفاظی بخواهد پنهان بکند. چنین چیزی میسر نیست، چنین چیزی مؤثر نیست. اون که در باب علم هست، این قدیمی ها اشتباه میکردن، قرآن هم اشتباه کرده. این نیست که این مقدار که بالاست اون مقدارم پایین باشه که این آقا میگه که بخواد حرف نهج البلاغه و قرآن رو ثابت کند که اینا میخای زمین هستن. آقا چه میخی؟ میخ نداره زمین که.
پوسته زمینه، نه میخه، نه سیخه، نه چیزی از این قبیل هست.